با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو. سلام آقای دکتر هلاکویی. سلام، بفرمایید. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. خیلی ممنون از وقتتون برای من و همه ایرانی ها. خواهش کنم، بفرمایید. دلیلی که امروز من مزاحمتون شدم این هستش که یه مقداری راجع به ازدواجی که من توش هستم دوچار شک و تردید شدم بعد از حدود 15 سال ازدواج و 17 سال آشنایی. احساس میکنم که شاید توی رابطه درستی نبودم. البته طی سالیان گذشته بارها سعی کردم که شاید به این ازدواج خاتمه بدم، ولی نمیدونستم که حالا یا جرأتش رو نداشتم یا به خاطر احساس مسئولیت یا احساس گناه در واقع این کار نکردم. شما هر دو چند سالتون عزیز؟ من 36 سالمه، خانمم 34 سالشونه. یعنی ایشون در سن 19 سالگی با شما ازدواج کرد، شما 23 سالتون بوده. من 23 سالم بوده و ایشون 21. با 15 نمیخونه. حالا شاید پس کمتره. شاید 22 اینا بوده. آره 14 سال ازدواج احتمالاً میشه. ببخشید. به من بفرمایید فرزند چی دارید؟ من دو تا دختر دارم، یک دخترم 3 سالش داره میشه توی اکتبر و یکی دیگه حدوداً 8 ماهش داره میشه. خب ممکنه من بگید در 12 سال چرا بچه دار نشدید؟ خب دلیل طولانی داشت. خب من دلیل طولانی شو نرم نرفته بودم، بعد میخواستم برم سربازی، بعد فوق لیسانسمو گرفتم، بعد مهاجرت کردم اینجا دکترامو گرفتم و البته علاقه ایم به داشتن بچه نداشتم. تا این شما چه مدتی است که مهاجرت کردید به امریکا اگر قصدتون از اینجا امریکا است؟ بعد چه مدتی است امریکا هستی؟ حدودا 8 سال میشه، 2011. و همسرتون چی خوندن، چه میکنه؟ ایشون هم فوق لیسانس مکانیکال انجینیرینگ دارن و منم خودم دکترای مکانیکال انجینیرینگ دارم. اوکی، بسیار خوب. خب چه خبر است بینتون؟ چه دو سه چیزی که شما تو زندگی زناشوییتون ظرف یکی دو سه سال اخیر باش راحت نیستی تو دوست نداری چه هست؟ حتی چیز جدیدی نیستن که جدیدن ایجاد شده باشن. من یه مدتی حدود 7-8 ماه شروع کردم مطالعه راجع به ریلیشنشیپ کردن که ببینم اصلا واقعا میشه یک ریلیشنشیپ خوب و عاشقانه داشت یا اینکه فقط هر رابطه ای همون 6 ماه اولش جذابه و بعدش دیگه مهم نیست با کی هستی، برای تکراری میشه. چون متاسفانه من این نتیجه رو شما از کجا گرفتید؟ باید دو تا گزینه هست جانم. یعنی این دو تا گزینه رو از کجا گرفتید؟ یا یه 6 ماه خوبه یا بعدش تکراری میشه؟ خب از مثلا از فکر کنم خود شما فکر کنم میگید 100 روز، 3 ماه و 10 روز، یا سورس های دیگه که مثلا اولش هورمونه، یه سری هورمون توی بدنت هست به خاطر اونا خیلی اکسایتدی و واقعیت رو نمیبینی، ولی بعد از اون دیگه یه رابطه عادی رو تجربه خواهی کرد. نه اون آخه بحث درباره اون حالی است که به عنوان عشق که یه برمیگرده به یه مسئله، ولی در خصوص رابطه و بعد عادی بودنش برای بسیاری از چیزها عادی هن. از آخوردن عادیه، لباس پوشیدن عادیه، خوابیدن عادیه، که عیب و ایراد مسئله نیست. اصلا بر فرض عادی شدن شما دنبال مثلا یه هیجان و یه نوع ناشناخته و مبهم و ماجراجویی هستید. یه چیزی که عادی شد اشکالش چیه؟ نه منظورم اینه که یه حالت پشنت بودن راجع به هم، این که دوست داشته باشی همچنان با هم فعالیت هایی داشته باشین، مثلا فرض کن با هم سفر برین، با هم تجربیات جدید داشته باشین، با هم یه سری برنامه ریزی بکنین و فیوچرت کنار هم ببینید. یه همچین حالتی رو من میدونم. نه اونو متوجهم، اون یه بحث دیگری. نه رو کاری به اون نرم. هست داری اینجوری که گفتید دو سال با هم دوست بودید بعد ازدواج کردید، درسته؟ درسته. ولی خب تو سن خیلی کم جوونی بوده، بعدم به هر حال درس خوندید، بعدم اومدید امریکا، به هر حال دو تا آدم مختلف و متفاوت شدید. بیاد از اون بگذریم. الان چه خبر است بینتون؟ و بعدم شما ببینید اینکه این همه مسئله و مشکل بوده رو میتونم بفهمم، ولی شما در حقیقت نزدیک 4 سال قبل تصمیم گرفتید دفعه بچه دار بشید بعد از مثلا 10-11 سال رابطه. خب حالا دو تا بچه هم آمده، اصلا کاملا شرایط و موقعیت و مسئولیت شما دگرگون شده و ایشون. دقیقا. خب میگم از اینجا قصه من شروع میشه که من شروع میکنم راجع به ریلیشنشیپ یه سر مطالعه کردن
و به این نتیجه میرسم که نه، میشه یه رابطه اینتیمیت و پشنت رو حتی برای لایف تایم هم حفظش کرد اگر طرفین در واقع نیازهاشون یکسان باشه یا حداقل شبیه هم باشه. یه مدار من اگر حتما آشنایی دارید با تونی رابینز، یه مدار سیدی های اونو گوش میکردم، دکتر گلاسر رو گوش میکردم یه مقداری، که اینا میگن که خب یه سری رفتار مخرب رو اگر شما نداشته باشید، که متاسفانه توی سالیان سال خب ما این رفتار مخرب رو داشتیم بدون آگاه بودن ازش، و یه سری مسائل رو رعایت کنید میتونین و با فرد درست ازدواج کرده باشید میتونید اون رابطه اینتیمیت و پشنت رو حتی لایف تایمز حفظش بکنید. وقتی من به این موضوع فکر کردم، خب نشستم یه ذره روی رابطه خودم با خانومم نگاه کردم، دیدم که اول چیزی که به ذهنم رسید این استش که نیازهای ما یکی نیست. یعنی اون نیازی که من شاید حس میکردم به اینتیمیسی و لاو و پشن، وقتی با خانومم مطرح میکردم شاید به نظرش این مقدار مثلا چیزای بچگانه یا چیزایی که حالا مثلا خب میگذره و زندگی عادی میشه به نظرش میومد. حس میکردم مثلا نیاز اول من شاید توی زندگی لاو و کنکشن باشه، در حالی که نیازی که اون از اون میتونستم بفهمم، البته خیلی از خانم‌ها اینجوری هستن، ولی نیاز اولش سکیوریتی و آرامش و امنیت. نه آخه ببینید عزیز، نه این بحث ها رو بذارید یه بحث دیگه. شما وارد یه گفتگوی دارید میشید، فرضایی که باش میکنید خب همه چیز از ابتدا به هم میزه. اگر دو نفری باشن که یک دوتایی مناسب هم باشن، خب شما وقتی بگید مناسب هم نیستی، بگید بقیه بحثا بیمورد، یا دوم اشاره کنید به این که نیازهاشون به هم بخوره. این ماجرا اصلا به این سادگی ها نیست، برای اینکه نیازها چه باشه، اینا برخی از اوقات در حالی که متفاوتن میتونن متمم و مکمل باشن، دلیل نداره اون دلیلش باشه. بیاید مثلا یه جور دیگه نگاه کنیم، و بعدم شما که دلتون میخواد به حرفتون این است که من به دلیل این آگاهی و شناخت تازه‌ای که پیدا کردم، که البته برخی از نکاتی که اشاره میکنید خیلی نکات دقیق و درستی نیستن، برای اینکه به هر حال حال کاری با اون بحثا ندارم، چرا همسرتون رو هم درگیر نکردید که ایشون هم این آگاه یا دانایی رو پیدا کنه که دوتایی به مرحله ای از شناخت آگاهی برسید که بتونید با هم همکاری کنید، مثلا وقتی دوتا بچه اینجا پاش در میونه؟ درسته. خب من این همه اطلاعات رو تقریبا یه جورایی با همسرم مطرح کردم و بهش گفتم که مثلا من دارم این مطالعات رو میکنم و اینا. خودش میگه که فکر میکرد الان اولویتش با بچه هاست، هرچند میدونست که رابطه ما خیلی گرم نیست، ولی خب حدس میزد که توی مدت بیش بهتره روی بچه ها فوکس داشته باشه. و از یه طرفی هم وقتی من باش مطرح میکردم، شاید این اشکال از طرف من بود که ابراز ناامیدی میکردم از اینکه یه روزی این رابطه ای ما بتونه درست بشه، و همیشه بهش میگفتم که مثلا تو جهان بینیت یا اوتلوکی که داری به نظر من خیلی منفیه، دنیا برای من یه جای خیلی بهتری هست تا اون دنیایی که تو داری. روایت ما مثلا از دو تا واقعه یه سفر کاملا متفاوته. برای من هر جا میرم همه چی خوب و عالی بود و همه خوب بودن، اون ولی میتونه نکات منفی قضیه رو هم ببینه و مثلا پوینت اوت بکنه که آره اینجوری شد، اینم خیلی خوب نبود. ایراد دیگه‌ای که من بهشون میگیرم این هستش که لاو و پشن براش خیلی مهم نیست، و مثلا فرض بفرمایید بوسه، نوازش و این چیزایی که من دوست دارم توی رابطه باشه، خب خیلی از طرف اون، یا حتی وربالی گفتن که مثلا من دوستت دارم، به ندرت ظرف این 15 سال پیش اومده که مثلا ایشون اینیشیت بکنه یه همچین چیزی رو. نه ببینید، بر اساس آنچه که شما به من میفرمایید، ببینید من یه مثلا برای آمادگی برای ازدواج مسئله، ولی برای ملاک های انتخاب همسر یه 15 یا 20 نکته دارم. خب این نکات الان شما به 3-4 تاش اشاره کردید که در شما نبوده. فرض کنید یکی همون مرحله یه فلسفه و جهانبینی و یه اوتلوک و پرسپکتیوی است که هر دو باید مشترک، از به ویژه در خصوص چند چیز، یکی طبیعتی که درباره ماورا و طبیعتی که راجب انسان باید داشته باشن. خب اینجا متفاوتی، نظام باورها و اعتقاداتتون متفاوته، اصلا جدول ترجیحاتتون
که برای شما و ایشون اولویت ها کدام هست به نظر میرسه که متفاوته. نتیجتا میشه این رو گفت که شما در یه زمانی تصمیم برای ازدواج گرفتید که حداقل آگاهی و دانایی رو در این مورد نداشتید، یعنی اون چیزی که به عنوان فرض کنید رسیدن به یه مرحله از بلوغ، یه ثبات و قراره و بعد رعایت یه اصولی بوده. اینو میتونم بفهم، یعنی اگر الان شما من بگید که من برداشت و بر اساس حرفایی که میزنید و یا جوابی که همسرتون میدن، اگر اینو همین گونه نگاه کنیم، خب معلومه دو تا آدمی هستید که نگاهتون به انسان و ازدواج و رابطه و خانواده بسیار متفاوته و شما قرار نبوده با هم و کنار هم باشید. حالا پرسشی که اینجا الان مطرح هست، تا چه اندازه شما یا ایشون حاضرید هزینه این اشتباه رو در انتخاب و به ویژه هزینه اشتباه آخر رو که با وجود اون 10-11 سال زندگی تصمیم بردن دو تا بچه بکنید که اون یه مقدار تمام صورت مسئله رو عوض میکنه؟ بنابراین پرسش من از شما اینه که بیاد اصلا فرض رو بر این بگیریم که نظر شما درسته، که به نظر میرسه با توضیحات بعدیتون به واقعیت نزدیکه و این تفاوت‌ها کاملا تفاوت‌های مزاحمند و مانع این میشن که آدم‌ها کنار هم قرار بگیرن و یا اون چیزی که واقعا اسمش رابطه و ارتباط و زندگی زناشویی و عشق و محبت هست، به نظر میرسه هیچ کدوم از اینها به اون صورت میان شما نبوده و احتمالا با عدم همکاری همسرتون اون گونه که شما میگید به وجود هم نخواهد آمد. من برای که میخوام برمیگردم، البته میخوام بگم اگر یک کسی به شما بگه بسیار خوب بعد از یه ماه فرض کنید تراپی یا 2 سال تراپی به این نتیجه رسیدیم، شما فکر کنید گزینه‌تون یا راه حلتون چه هست از این بنبستی و یا این شرایط نامناسب زندگی که به وجود آمده و فراهم شده؟ والا همین سوال من همینه که ترجیح من اینه که این زندگی حفظ بشه، به خاطر اینکه نمیخوام بچه هم بچه های طلاق باشن، بالاخره 2 تا خونه باشه، نمیدونم 2 ست پدر مادر مختلف، اینا همه آسیباش به نظرم خیلی زیاده برای یه بچه که اصلا سردر نمیاره، بالاخره خانواده یعنی چی. ترجیح من اینه، ولی فکر کنم سوال من از شما اینه که حالا خانم من جوابش به من اینه که چون من ریسنتلی اصلا تصمیم گرفتم که یه جورایی خونه رو ترک بکنم و خانم میگه که تو اگر برگردی به این زندگی و دل به زندگی بدی تمام این نیازهای عاطفی تو رو حل میکنم، این نگتیو بودن خودم رو روش کار میکنم که یه مقدار انسان مثبت‌تری بشم. یه ایراد دیگه که من بهشون میگیرم یه مقدار اکتیو بودن و تنبلیه، که احساس میکنم کمترین کارهایی که برای خودش و بچه ها انجام میده مثلا به چشمش زیاد میاد و من معمولا آدمیم که خیلی اکتیوم، کارهای زیادی در طول روز انجام میدم، هیچ وقت هم نمیام بگم من این کارو کردم من اون کارو کردم، ولی احساس میکنم خانمم به محض اینکه وقتی هم که سر کار میرفت و درآمدی داشت واقعا من آرزو میکردم که کاش پولی از طرف اون به خونه نمیومد، چون همیشه باعث ناراحتی میشد و مثلا پول من پول تو خیلی مطرح بود. این ایرادم بهشون میگیرم. حالا به من میگه همه این ایرادها رو که تو من میگیری رو من ریزالو میکنم، حلشون میکنم، اگر تو بخوای با من بیای و با من زندگی ادامه بدی. ولی من این وعده خیلی شیرینیه برای من و دوست دارم این اتفاق بیفته، ولی دوست دارم از طرفی هم واقع‌گرا باشم. مثلا امکانش هست که یک انسانو اینقدر آدم تغییر بده، جهان بینیشو عوض کنه، روابط عاشقانش رو بهش یاد بده که چجوری ببوسه، چجوری ابراز عشق بکنه. ببینید پاسخ شما این است که برخی از اوقات کار ممکنه مشکل یا کمکی نه اونقدر طولانی باشه، ولی کاملا شده، چون اینا آنچه که شما دارید میگید فرض کنین فلسفه و جانبینی و نظام باورها و اعتقادات و جدول ترجیحات، اینا برخی از اوقات حتی با سرعت میتونه تغییر پیدا کنه. من برخی از اوقات بارها این نکته رو عرض کردم که شما 40 سال یه باوری دارید، یه کسی ظرف 4 دقیقه شما رو متوجه غیر واقعی بودن یا غلط بودن باورتون میکنه و شما اون رو میچرخونید، چون برخی از اونا در حقیقت یک برداشت و یا برداشت علمیه. برخی از اوقات
یه باورها و اعتقاداتی است که بسیاری از مردم، همونطور که حتی درباره سنگین ترینش که برمیگرده به مذهب، یه دفعه متوجه میشن که این چه باور نامناسبی بوده که من داشتم، یا درباره قضاوت نظری که درباره حتی مادر و پدرشون دارن که مثلا پدر من خوب بود مادر من بد بود، یا برعکس، یه دفعه متوجه میشن که اصلا کل ماجرا عکسش بوده. و برخی از اوقات این تغییرات رو من میتونم بگم در ساعت و روز دیدم، چه رسه به زمان. اما یه مقدار موارد دیگری است که احتیاج به گونه‌ای آموزش و تمرین و یادگیری داره، ولی چون موارد غیر عادی نیست، یعنی در یه مسیر عکس رودخانه شنا کردن نیست، بلکه فقط همونطور که شما اشاره کردید جرأت به هر حال به آب زدن و آمادگی برای یه مقداری پایین و بالا رفتن تا شنا رو یاد بگیره، اون کار میتونه باشه. بعدم شما گفتم اگر 4 سال قبل به من میگفتید، میگفتم خب این همه فاصله دلیل نداره که تازه بعد از این کرد و خوب شدی تو درست شدید به درد هم بخوره، چون خیلی از اوقات دلیلی که آدم ها با هم هستن بخاطر کرد و تا یا یکی عیب و ایراد داره، اگر این عیب و ایراد ها از بین بره اونا هم با هم نخواهند بود. پس بنابراین دلیل نداره که بخواید حالا که مثلا با هم ازدواج کردید این تغییرات رو غیر از مثلا یه 3 ماه 6 ماه به خودتون فرصت بدید انجام بدید. ولی وقتی پای 2 تا بچه مطرح است و این ارتباط یه ارتباط همیشگی خواهد بود، اونم تو این سنین کم با تمام مسائل مشکلاتی که تو دنیا امروزه، اصلا موضوع دگرگون میشه. بذار اول بپرسم شما هر دو فرزند چندمی، چند تا خواهر برادر دارید؟ خب ما هر دو از خانواده 5 نفره میایم. من فرزند اول هستم و ایشون فرزند دوم. به من بفرمایید که همسر شما قبلا علاقه ای برای این تغییر نشون نمیداد، الان فکر میکنید به دلیل اینکه متوجه شده زندگی و خانوادهش داره به هم میریزه هست، یعنی واقعا این نگرانیه، یا یه گونه علاوه بر اونم به نوعی به خودشون آمدن و یه نگاه و نظر دیگه هم به خاطر تغییری که در شما میبینند و یا خودشون متوجه شدن رو در این زمینه دارن که به شما میگن بیا و به هر حال من هم خودم رو آنگونه که خوبه درست میکنم؟ والا حقیقتش ایشون ظرف این 15-14 سال خیلی تغییر کردن. یه ذره بک‌گراند خانوادگیشون رو به شما بگم، ایشون از یه خانواده ای میان که مادر فوق‌العاده عصبی هستن و تقریبا ارتباطشون قطع همیشه با بچه ها یا حداقل با همسر من، و خب اینشون به من میگفت دلیل اینکه من انقدر ناآرامم و عصبی هستم ایشونه. خب یه مقدار پیش روانشناس رفتن، یه سری دارو مصرف کردن، خیلی آرومتر شدن نسبت به اون. مثلا سال اول ازدواج فوق‌العاده کیاتیک و وحشتناک بود برای من، مثلا برای من شاکینگ بود صحنه‌هایی که می‌دیدم یا رفتاری که می‌دیدم. و همون موقع تقریبا من خیلی از اون عشق و محبتی که درونم بود از دست دادم نسبت به ایشون. و مثلا 1-2 سال بعدش متاسفانه منی که قبل از ازدواج اگه میدونستم یه نفر خیانت میکنه فوق‌العاده ازش بدم میومد و ناراحت میشدم و واقعا یه خط قرمز برای من بود، خودم شدم یکی از اون آدمایی که هر از گاهی این ور اون ور بالاخره یه روابطی رو ایجاد کرده بود و حتی اخیراً هم من همین کارو کردم. آیا از این روابطشون خبر داشتند و دارن؟ خودم بهشون گفتم. چرا؟ کار به یه جایی رسید که اومدمش گفتم ببین من مثلا با فلانی دوست شدم ولی میخوام بهت بگم تقصیر اون نیست، من میخوام ازت جدا بشم و برنامه جدایی دارم، نمیخوام با اون برم، نمیخوام با تو باشم. خب این مال کی بود؟ 10 سال پیش. خب اون 10 سال اون موقع که بچه نشید چرا اون موقع ایشون ایشون همیشه با حس این که تو تنها پناه منی، من خانوادم ساپورتم نمیکنه، اگه من از تو جدا بشم هیچ کس دیگه رو ندارم، حداقل منو ببر امریکا، چون اون موقع میدونست ما هر دومون بچه های دانشگاه شریف هستیم و میدونست که من یه روزی خواهم اومد به امریکا. گفته که میخوای این کار بکنیم منو ببر اونجا و اونجا جدا میشیم. وقتی اومدیم اینجا باز من یه هفته ازش سپریت شدم، میخواستیم جدا بشیم، باز اومد گفت که من نمیتونم گیرین کاردمو بگیرم، اگر تو این کارم برای من بکنی دیگه من تنها میذارم. همیشه با احساس این که من، یعنی من پیش خودم احساس میکردم من انگار مسئول زندگی ایشون. نه اونو متوجهم. اتفاقا شما یه اشاره‌ای هم کردید که
احساس گناه میکردید اون موقع برای من سوال بود، حالا جواب منو دادید برای که تو صحبت های اولیتون بود. بذار ازتون این سوال بکنم، چرا اون موقع ایشون به فکر تغییر نمی افتاد در حالی که بچه هم نبود، آزادترم بود، جوانترم بود، قابلیت انعطاف هم داشت، شوک فرض کن مهاجرت هم بهش خورده، متوجه شد خیلی از چیزایی که در ایران به عنوان باورها یا موضوعای اول بود اینجا نیست. چرا اون موقع؟ چون این برای من یه مقدار، نه اینکه الان اهمیتی داره، فقط یه مقدار کنجکاوی من در خصوص ایشون هست که تا چند اندازه اون موقع حاضر نشد شما رو نگه داره. پای این پیش اومده که زندگی از هم از بین میره، یه ایمپروومنت های انجام داده روی خودش و آنستلی هم به شما بگم نسبت به روزای اول خیلی به لحاظ حداقل اخلاقی بهتر شده. ولی خب مثلا بقیه نیازهای من که حالا نیازهای لاکسی، نه، ببینید یه کسی ببینه که یه کسی بهش کمک میکنه، مثلا میگه سیگار نکش یا مشروب نخور و فشار بهش میاره، اون سیگار و مشروب میذاره کنار، بعد میگه حالش چقدر بهتر شد، شاید احساس خوبی داره. چرا ایشون نخواد اون تغییری رو که خودش درست میدونه یا شما انتظار دارید وقتی قبول داره اونو عوض کنه؟ چرا فقط یک کمیشو عوض کنه؟ چرا از 10 تا 2 تاشو درست میکنه بعد دو مرتبه میگیره میشینه؟ دلیلش احساس فکر کنم نسسیتی یا ضرورت اون تغییره. مثلا احساس من، نیاز من به love و connection از نظر اون شاید نیاز luxury حساب میشه. نیاز من به احترام رو مثلا میدونه که من خیلی حساسم رو اینکه با احترام با هم صحبت بکنیم و حتی مشکل پیش میاد بی احترامی نکنیم، صدامونو بلند نکنیم. اونو مثلا چون میدونسته دیگه واقعا یه دیل بریکر بزرگه، خب تا حد زیادی ایمپروف کرده. هرچند هنوزم من خیلی وقتا پیش میاد که واقعا احساس میکنم اون احترامی رو که انتظار دارم توی زندگیم ندارم. برای این فکر میکنم از نظر اون تغییر امکانش هست، ولی اگر واقعا لازم باشه اون تغییر، یعنی قبول ندارن تغییر. نه ببینید سوال با اینه که من... نه قبول ندارن که تغییر مطلوبه، یعنی به صلاح و صرفه خودشونه. یعنی یک کسی منو کمکم کنه، منو زیر فشار بذاره سیگارمو ترک کنم و بعد خودم احساس کنم چقدر کار خوبی کردم، چرا من با تغییرات دیگه مخالفت کنم و خودم حتی داوطلب نشم تا برسه باز دو مرتبه کارد به استخونم مسئله جدایی مطرح بشه، بگم خب حالا عرقم هم میذارم کنار. نمیگه مخالف تغییرم، فکر کنم هیچ وقت نگفته و همونطور که گفتم تغییرات خوبی هم درون خودش ایجاد کرده، ولی مثلا راجب لاو و کانکشن میگفت. آخه اون یه مسئله دیگه، نه اونو بهش میرسم. نه ببینید بذار من میشم چیز بگم. اگر شما من بخواید بفرمایید که ایشون رو خودش میخواد و منم میخوام که تغییراتی درش پیدا بشه و مطلوب باشه مثل اون چیزایی که اشاره کردید، اونو متوجهم، ولی ماجرای احساسی، عاطفی، هیجانی، بعدم یه نوع جذابیت فیزیکی و جنسی، خیلی از اوقات آدم ها برش کاری نمیتونن بکنن، یا حداقل اگر بخوان و بتونن کاری بکنن دقیقا نمیدونن چی کار باید بکنن و معلوم نیست آنچه رو که در خودشون به وجود بیارن دیگری بپسنده. میدونی خواهم چی بگم؟ و شما مران دو سه دفعه تأکیدتون روی اون بوده، یعنی من فکر میکنم اون چیزی که شما بهش رسیدید که البته یه مقدارش هم به خاطر برخی از این برنامه هاست که من خیلی با بعضیش راحت نیستم، چون اینا یه مقداری غیر واقعی است، اینا یه مقدار در صدایی است که از نظر آماری قرار نیست مبنای زندگی بیشتر مردم باشه، ولی چون اونو به درستی یا به گونه‌ای که باید نمایش میدن جلب توجه میکنه. بذارید نه اینکه الان به موضوع مرتبط باشه، هزار نفری رو که به یه راهی بردن و 20 نفر توش موفق شدن، دو تاشون رو که خیلی هم موفق شدن نشون میدن، ولی اون 900 تایی که شکست خوردن و درب و داغون شدن رو نه. یعنی به همین جهت که برخی از اوقات یه توهمی درست میکنن که یه خبری هست یا یه چیزی میشه داشت. سوال من مشخصا از شما اینه، چون مطمئنم اینو میتونید شاید تو... یعنی متوجه میشید به تو، آیا واقعا شما در این آدم اون ظرفیت عشق ورزی و عشق پذیری، اون جذابیت فیزیکی و اون حال، شاید این اصطلاح خیلی درستی، زنانه رو، مایه شو در ایشون میبینید که بتونه در خودش رشد بده؟ یعنی اینقدر فارسی بلده که بتونه شعر بگه، یا اصلا زبان آلمانی نمیدونه پس چجوری تو زبان آلمانی شعر بگه؟ چی فکر میکنه؟ چون اونجا گیر ماست. آره فکر نمیکنه، یعنی نمیدونم
دلبری کردن، عشوه‌گری یا زن بودن، فمینیسم و اینا کجا خانم‌ها یاد میگیرن، ولی ایشون درونش نداره اینو. نه من همین نگرانیمونه، چون واقعا اون یه مقدار چیزیست که بیشتر آدم نه اینکه باش زاده میشه، ولی به هر حال در انسان یه چیزی رشد میکنه. مثل من اینکه یه فارسی رو در ایران یاد گرفتم، حالا میتونم فارسی رو مثلا بدون لهجه صحبت کنم یا اونقدر مشهوری. اگر من هر زبون دیگر رو یاد بگیرم الان و حرف بزنم، بدون تردید هر کسی با من صحبت کنه میفهمه من بومی اون و فرحال مردمانی که اون زبون رو صحبت میکنن در اونجا نیستم. و خب این نگرانی منه، یعنی آنچه که شما به من میگید برای من این تیکش مهمه. بقیه چیزا رو با توجه به توانایی هاشون بدم، ایشون هم برحال نشون میده که دختر باهوش توانایی است. برحال اگر اونجا درس خونده و برحال تو این رشته هم بوده، اون ظرفیت ها و توان رو میبینم. ولی درست مثل اینه که من بخوام یه کسی قدش بلند بشه یا زیباییش یه جور دیگه باشه یا رنگ پوستش چیز دیگه باشه، تو اون خیلی کاری نمیشه کرد. یعنی شما به نظر من اونجا گیر و گرفتاریتونه. خودتون چی فکر میکنی؟ بالا این مدت داشته روی یوتیوب فیلم های انگلیسی نگاه میکرده که چجوری مثلا فمینین بیشتر باشین، چجوری حالت های زنانه داشته باشین، و سعی هم کرده رو من اجرا کنه، ولی یه مقدار نمیدونم، من احساس میکنم مثلا تصنعیه یه جوری میشم، یعنی انگار نه اون خطر حتی تاثیر منفی هم داره عزیز. آره مثلا با خودم میگم که آخه متاسفانه اینه که من با ظرف سه ماه گذشتم با یه خانومی که حالا یک سال دوست بودم، به صورت خانوادگی دوست بودیم، با اونم وارد رابطه شدم. و دلیلی هم که وارد رابطه شدم این بود که من فکر میکنم ایشون به هر لحاظ یه مچ پرفکت منه، یعنی از هر جهتی، هر نیازی که من ازش آگاهی داشتم که انسان این نیازها رو داره، وقتی نمره میدادم به خودم و به ایشون دقیقا مچ میشد. و وقتی این سه ماه رابطه هم به این نترستم که وای واقعا میشه با یکی باشی که شاد باشی بخندی، چون من یه ایراد دیگه که خانومم میگرم اینه که نمیخنده، یعنی نه متوجه هم عزیز، نه من دلائلی که من فیل نه آره نه نه نه, نه. اصلا رابطه یه جمله قشنگی نیچه داره، میگه اون حقیقتی که با خودش خنده نیاره دروغه. و بعدم موضوع دیگر این است که دو تا آدم وقتی رابطهشون درسته که از آدم بهترین آدم یا خوب آدم رو در بیارن، نه بد آدم و بدترین آدم رو. و متاسفانه برخی از آدم ها دائما دارن دست میکنن توی دل و جیگر شما که بکشن بیرون، یا ببخشید برخی از اوقات میخوان صبح تو غروب درباره مدفوع و ادرار صحبت کنن. میدونین بدبختانه برخی از آدم ها اصلا نمیخوان به این نگاه کنن که اینجا قصه ما نیست، اینجا اصلا زندگی روی این محور اگر قرار به چرخه نمیشه. ما قراره ببینیم چگونه میتونیم از همدیگه خوب همدیگه بهتر همدیگه رو در بیاریم تا اینکه بگردیم. و برای این کار معلومه چرا من جزء ویژگی های آدم سالم معتقدم آدم سالم روزی یک ساعت واقعا شادی و خنده به صورت جدی داره، نه لبخند. یعنی اصلا بدون اون سلامتی معنا نداره، حتی در شرایطی که زندگی سخت و مشکله. و متاسفانه برخی از آدم ها اون حس و احساس رو و یا اون ارتباط با احساس خودشون یا احساس خوب خودشون و ابرازشون ندارن. حرفایی که شما میزنید بوی اون رو در همسرتون داره، که البته برای رشته ایشون، محیطی که درش بزرگ شدن، جامعه‌ای که درش بودن، حتی جایگاهشون به عنوان فرزند دوم که مایه‌ای از افسردگی و محتاط و محافظه‌کار بودن رو داره، میدونید، یعنی اینا همه کنار هم قرار میگیره و اونجا به نظر من مسئله شماست. و به همین جهتی که من نمیخوام این بحث رو کش بدم، برای که نمیخوام گفتگو درباره ای که شما چه انتظار و توقعی دارید در زمینهای مختلف، اونا چیزاییست که میشه برآورده کرد. درست مثل اینکه به آدم بگید برو لباس تو عوض کن، ولی اینکه برگرد بگید برو رنگ پوست تو عوض کن، نه با آرایش ولی عوض کن، یا قد تو کمی کوتاه و بلند کن، اون کار شدنیست. و حرفی که شما من میزنید، مخصوصا که به هر حال به عنوان دو تا آدمی که بخواید برای هم تازه باشید و اون هیجان و ناشناخته بودن رو داره نداره، نتیجتا هم ایشون هم به هر حال کاری که میکنه بس خودش عمیقا اون رو باور نداره و احساس نمیکنه. چون یه زمانی من متوجه میشم که درستش اینه و دلم میخواد اون باشم
و باورم رو عوض کردم و کوشش میکنم حال و احساس بیشتری تو این زمینه به خودم بدم. یه زمانم فکر کنم نه، یه کسی انتظار داره من فرض کنیم مثل یه تبریک یا یه تسلیت یه مقدار جملاتی رو بگم که درسته و مورد انتظاره، ولی اصلا برای من هیچ معنا و محتوایی نداره. بذارید برای آخرین مرحله، گرچه کمی طولانی شد و منم شنوندگان خوب و عزیزی رو روی خط دارم که شاید درست نیست اینقدر نگهشون دارم، بذارید برای آخرین مرحله شما فکراتون رو بکنید، چون اون پاسخ شماست. اگر واقعا فکر بکنید در ایشون ظرفیت و تمایلی هست، یه مسئله. دوم، مجبورم اینم بگم، این گذشته یعنی این انحرافات شما، این رفتن شما با دیگرانم یه مقداری همه چیز رو اگر خراب نکنه کار رو مشکلتر و مسئله دارتر میکنه، هم به دلیل زمینه مقایسه و هم این که اگر ایشون ازش خبر داشته باشن، جز در زمانی که از نظر مسئله زنده ماندن و نه زندگی کردن به این موضوع نگاه کنن، دلیل نمیبینن که بمونن، بلکه در حقیقت مسئولیت بچه ها رو میپذیرند و میرن دنبال زندگیشون. البته به این سادگی ها نخواهد بود، ولی شما هم فکر نمی کنم اونقدر کمکی براشون باشید با توجه به انتظار و توقعات که دارید. خودتون یه ذره فکر کنید ببینید چجوری میخواید موضوع رو مطرح کنید، کوتاه با هم صحبت کنیم که من به دوستان دیگه هم برسم. برای اینکه بحث رو به نقطه برسونیم، میخواستم از اون استراگل درونیم یا اون مکالمه خودم با خودم به شما بگم. من سر این دوراهی موندم که یک، به خودم میگم بچه کوچیک داری، پا روی دلت بذار، تو که تا اینجا اومدی 18 سال دیگه هم برو، حالا شاید هم همه چی خوب شد، ولی به خاطر بچه هات، به خاطر خانواده اینو ادامه بده. و وایس بعدی تو سرم میگه اگه به خاطر دیگران زندگی کنی بهت فشار میاد و این فشار یه جایی میزنه بیرون، حالا یا مریض میشی یا اینکه یه کار احمقانه تر میکنی در آینده و در نهایت هم زندگیت ویست شده و لذت نبردی. شما پرسیدی که در خانومتون تمایل و ظرفیت هست برای تغییر. من فکر میکنم اگه بگم میخوام جدا بشم، تمایلش به وجود میاد یا انگیزش حداقل به وجود میاد، نه تمایل. اون فشار ایجاد میشه، ولی ظرفیت اون مشکل من همین جاست که میبینم که یه آدمی که جهان بینیش منفیه، عشق و علاقه براش به فرم مادرانه داره تا همسرانه، شادی اصلا لبخند خیلی براش مفهومی نداره و فقط وقتی میخنده که بلای سری کسی میاد، اگر نه شما یه جوک براش تعریف کنی نمیخنده، ولی مثلا من اگه خواب باشم از تخت بیفتم خیلی میخنده و کلن لبخند اینا خیلی مفهوم براش نداره. چقدر امید میتونم داشته باشم اینه؟ نه بذارید دوتا به تو. آخه اشکال کار این است که اون دوتا موردی که میفرمایید، نه یکیش اونقدر بده نه اون یکیش اونقدر خوب، یا احتمالش زیاد. مورد اول، من و شما تو دنیایی هستیم که برخی از اوقات باید از یه چیزایی چشم بپوشیم. خیلی از دوستان هستن که به دلیلی حتی از کشور خودشون، از جمله خود من، آمدیم بیرون که آرزوی من بودن و رفتن اونجاست، ولی فعلا ممکن نیست. بنابراین ما تو دنیایی نیستیم که بگیم اگر یه چیزی میخواییم پس باید برش همه کار بکنیم که داشته باشیم. ما تو دنیایی هستیم که اساسش بر محرومیت و محدودیت. بنابراین این که من در زندگیم یه چیزایی که فکر میکنم میتونم داشته باشم یا باید داشته باشم ندارم، خود این برفض که اصلا بتونم داشته باشم و میتونم داشته باشم، برخی از اوقات احتیاج به یه رفتاری، روشی، هزینه‌هایی داره که اصلا شدنی نیست یا اصلا درست نیست. بنابراین اون مورد اول که شما یه مرتبه این رو تبدیل میکنین که من خب اون رو نخواهم داشت، ولی اگر همسر شما یاری یا همکاری بکنه، ضمناً یادتون باشه شما یه کاری کردید، برای خودتون یه تعهدی به وجود آوردید. یعنی شما اومدید دو نفر رو دستشون گرفتید، گفتید بیا بریم سوار هواپیما بشیم، و در حالی که احتمال میدادید که شاید این هواپیما بنزین نداشته باشه و سقوط کنه، و حالا به شما بگن بیا زودتر بشین و نرو به مقصدت، ولی اگه بخوای به مقصد برسی سقوط میکنی، و شما اونو نادیده بگیری. شما گفتم اگر 4 سال قبل من این حرفا رو زده بودید، به شما میگفتم من اصلا دلیل برای موندنتون نمیبینم، ولی حالا قصه با یه بچه 3 ساله و 8 ماهه اصلا عوض شده است. این مورد اول. دوم، یک دختر خانمی که امروز سرکلش پیدا بشه
و نگاه کنه به یه مردی که دوتا بچه داره از یه ازدواجی که ناچار باید در اون رابطه و ازدواج بمونه و حالا اونم حالا چه ایرانی چه غیر ایرانی، ایرانیش مسائل خودشو داره غیر ایرانیش همینطور، بخواد بیاد حالا اونگونه که شما میخواید به صورت حالا نمیخوام بگم ایدال اصلا، به صورتی که احتمالش کمه در بیاد اونقدر نیست عزیز. یعنی بیاد من جمله رو به شما جمله رو اینجوری بگم، بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما اون چیزی که به دنبالش هستید اصلا نه به خاطر دیگری، به خاطر خودتون پیدا نمیکنید، چون یه علائمی از اون هست که میتونم این حرفو بزنم. دامی اصلا من به شما بگم این تصور آبی که شما میکنید یه سرابه که شما بیاد با یه کسی یه رابطه طولانی مثلا تمام عمر رو داشته باشید، این برخی از اوقات باسم با نگاهی که ما به انسان و زن و مرد و رابطه و پدری و مادری و فرزندانمون میکنیم هماهنگی نداره عزیز. یعنی این درست مثل این که من بخوام در یه زبونی الان تو این سن و سال اینقدر مهارت پیدا کنم که بدون لهجه و شعر بگم، اون کار اصلا غیر ممکنه یا حداقل مشکله. اینه که هر دوتاش جای گفتگو داره، یعنی به گونه ای که شما این رو تعریف میکنید پاسخ خیلی روشنه جدا شد، ولی وقتی که شما یک ماجرای بچه ها رو اونجا بیش از هر چیزی در نظر و دو یه مقدار احتمالاً مشکل بودن یافتن یه چنین آدمی رو با توجه به دوتا بچه هاتون، چون گفتم اگر شما میتونستید خداحافظی کنید از این زندگی برید از نظر من تا 95% کارا ساده تر بود به احتمالا بیشتر، الان اون جای گفته بود. بله شما با رفتاری که داشتید که علائمش رو نشون میدید داشتن رابطه با دیگران، اون چیزی که میشه اسمش رو یه رابطه سالم گذاشت رو که البته مربوط به آینده است شما زیر سوال بردید. یعنی اگر یه کسی بیاد به من اینو بگه، من با یه آقای آشنا شدم که در حالی که همسر و دوتا بچه داره و جدا شده، در دورانی که با همسرش بوده این ور اون ور هم رفتاری داشته، هر اندازه همسرش خوب یا بد بوده اون اصلا فرقی نمیکنه، من به اون آدم این هشدار میدم که خیلی مطمئن نباش که این آدم به خاطر ذهنیتی که داره، و برمیگردم دقیقا به بحث خودتون، این هیجانات و ارتباطات اولیه تبدیل به یک حالت یک نواختی و یک دستی و تنوع خواهی و تنوع پرستی ایشون نشه. یعنی من به اون دختر خانم اینو میگم، یعنی میخوام به شما بگم یک من کمی من اصلا خودم هم دارم رای. آره عزیز به همین جد است که من ترجیحم اینه که یه جایی ما حداقل یه مسئولیتی یا یه وظیفه‌ای یا حتی به نظر من بالاتر یه تعهدی داریم، چون اساس تفکر من درباره تعهد اینه که من با شما یه قراردادی می‌بندم یا قراری می‌گذارم، وقتی خوبه پاش می‌ایستم وقتی بده. شما دو تا بچه آوردید متعهدید، شما در ازدواج تعهد بوده، ولی خب اون میشه خفیف‌تر باشه و به هم خورده و دلایلی برای یا برای به هم زدنش هست. برای بچه‌ها چی؟ شما از پدری که نمی‌تونید استعفا بدید و از رابطه با مادر بچه‌ها نمی‌تونید استعفا بدید و یه زن دیگری در زندگی شما، اونم اگر بخواید تو امریکا زندگی کنید، چه ایرانی باشه با خودش مسائلی داره، چه غیر ایرانی باشه مسائلی داره، که اون نوع خوبی که آدما میتونن با یه شناخت و آگاهی از آغاز شروع کنن و اون رو ادامه بدن، اون یه جایی وسط کار خراب شده. یعنی هر کسی که با شما آشنا میشه به جای دو تا دست شما چهار تا دست دارید، چون دو تا بچه‌تون هم دستای شما، حالا چند روز مفیدن یا مضر قصه دیگری است، چند روز مناسب یا مناسب نامناسبه موضوع مطرحی خواهد بود. این است که توصیه‌تون اینه که من سعی کنم حفظ کنم این زندگی، سعی کنید که همسرتون رو بذارید، همسرتون اگه دلتون میخواد حرفای منو بشنوید. ایشون ببینید اشکال من در اینه که اولا تغییر، بزرگترین تغییر در مسیر مطلوب، بزرگترین شور و شوق و شادی، اصلا مطالعات نشون میده اون بیشترین رو داره. من تو کار تراپی هم صدها بار، حتی شاید بتونم به خودم جرئت بدم هزاران بار، آدمایی دیدم که از این تغییر احساس خوبی میکردن. گفتم یه آدمی رو شما بیاد ترکش بدید از سیگار، بعد متوجه بشه نه بو میده، نه دهنش اون گونه است، نه صوبا اون گونه است، نه خوابش اونجوری به هم ریخته است، نه صورتش پوستش اون گونه است. آخه میدونید چیزی که از شما از همسرتون میخواید
ایشون قراره چشمشو باز کنه یه جهانی رو ببینه، و چون دختر باهوشیه میتونه، چون هوش یعنی تنوع در سازش، تعریف هوش اینه، یعنی من میتونم به گونه‌های مختلفی با شرایط خودم رو سازگار کنم. مثلا دلیل ماندن ما و از بین رفتن هزاران هزار موجود دیگه اینه که ما تونستیم خودمون رو با طبیعت سازگار کنیم، اونا نتونستن. و درست حرف شما که وقتی ایشون خطر رو و فشار رو ببینن تغییر میکنن، ولی برخی از اوقات مطالعات علمی نشون میدادن سرشون هم به سنگ میخوره حاضرن تغییر کنن، یا خودشون هم حوصله‌شون از دست خودشون سر میره و میخوان تغییر کنن، یا منن دیگران تغییر کنن. چون سه تا دلیلی که ما تغییر میکنیم چیه؟ پوزه من به خاک مالیده شده، حاضرم عوض بشم، خودم از خودم و حوصله‌ام و زندگیم سر رفته، میخوام عوض بشم. سه، میبینم دیگران تغییر کردن و منم میتونم. به همین جاست که شما تو تبلیغات رادیو تلویزیون میبینید من تونستم نمیدونم 10 پوند کم کنم، تو هم میتونی، من تونستم این مدرک رو بگیرم، تو هم میتونی. چون مطالعات نشون میده اول و دومی که نمیشه برای مردم فراهم کرد، ولی سومی رو میشه. بنابراین ایشون هم چون ظرفیت و توانش رو به دلیل یه دختر باهوش داره و حالا به عنوان مادر یه جنبه و جلوه های دیگری در وجودش روش پیدا کرده، و بعدا شما هم ازش انتظاری که دارید اینه که در چارچوب همسری و ازدواج نقش زن بودن خودش رو ایفا کنه. حتی من بهتون توصیه میکنم که سیدی اگر جوان بودم رو بشنوید یا بذارید ایشون بشنوند، که به هر حال آنچه که نقش زنانه هست از یه طرف مادر است، از یه طرف مدیر و مدبره، و از جانب دیگه یه معشوقه است. این نقش معمولا ترکیبش برای یه آدم باهوش ممکنه، برای یه آدم بیهوش و خنگول نه، برای اینکه اون این ترکیبار یعنی یکیشو میگیره و ولش هم نمیکنه. به همجاست که بسیاری از ما مادرانی داشتیم که فقط مدیر و مدبر بودند و یا فقط مادر بودند، و غالب اوقات هم چنین بوده. اینه که ما اصولا یه مردمی هستیم از یه نظر خشک و غیر قابل انعطاف، و این دیگه بعدا با باورهای خاورمیانه و مذهبی ما هم آمیخته شده. بنابراین پیشنهاد من به شما اینه که چون هیچ اونم دیر نمیشه، اون نگاه و نظری که شما دارید چون نگفتن باید قبل از 36 سالگی یا قبل از 39 سالگی اتفاق بیفته. دو سه سالی به هم دیگه این فرصت رو بدید، حداقل بچه هم به یه جای جا بیفتن. سنشون هم چیزی نیست که ما بگیم بعدا مشکلات بیشتری برای شما دارن اگر نتونید با هم زندگی کنید. ولی بگذارید در حالی که ممکنه عرایض من خیلی پراکنده باشه، و ولی بشنونش، و حتی خود شما یه بار بشنوید، فقط بخاطر اینکه ببینید گفتگو مکالمه من شما کجاست. و ضمناً لطف کنید سی دی چرا ازدواج چرا طلاق، 50 باید و نباید، حتی سی دی انسان و عشق رو حتما حتما بشنوید، و یا از همسرتون بخواید بشنوید، برای که شاید کمکی یه نگاه دیگری به اینا داشته باشن. به هر حال امیدوارم هر چی خیر و صلاح هر چهار شما اتفاق بیفته، ولی خوشحال شدم باتون صحبت کردم عزیز. خیلی ممنون آقای دکتر، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید. الو بفرمایید خانم، شما روی خط هستید. سلام بفرمایید. خوب هستین آقای دکتر؟ متشکرم، بفرمایید. ممنون. با لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید، ما صداتون رو خوب نداریم. اگرم رو بلندگو هستید لطفا بردارید. بله. الو بفرمایید. این صدا نمیاد، ببخشید. آخه شما صدای ما صدای شما رو داریم، نمیدونم شما صدای منو دارید یا نه. بله بله بله. خب بفرمایید. بله ببخشید آقای دکتر، من مشکلی دارم الان. من زنی هستم که 60 سالمه، بعد همسر دارم و دو فرزند دارم، بعد بچه هم هر دو ازدواج کردن، بعد منم الان 6 ماه هستش که با کسی در ایران آشنا شدم، بعد با هم صحبت میکنیم. مگر شما همسر ندارید؟ بله همسر دارم، ولی خوشبخت نیستم آقای دکتر. نباشید، شما اگر یک کسی همسر داره خوشبخت نیست، اگر فکر میکنه کوشش میکنه رابطه رو درست کنه، اگر نمیکنه جدا میشه. برای شما از طریق یه رابطه با یه آدمی در ایران چگونه خوشبختی به دست میاد؟
اولین بار دارم میشنوم این چه من خوشبخت نیستم، پس بنابراین باید یه رابطه برقرار کنم که خوشبخت بشم. اولا هیچ کس موجب به خوشبختی هیچ کس نیست، وارد اون بحث نمیخوام بشم. شما بچه‌ها چند سالشونه؟ بچه‌های من الان دو تا پسر دارم، هر دوشون ازدواج کردن رفتن. همسرتون چند سالشونه؟ همسر من 10 سال از من بزرگتره. خب شما اگر میخواید فکر میکنید زندگی خوب و خوشی ندارید، اگر فکر کنید فایده ای نداره یا ایشون حاضر نیستن همکاری کنن درستش کنن، خب میتونید جدا بشی. بدتر کار دلتون میخواد بکنی. آخه اون میگه که تو زندگی ما رو همه رو، ما 3 نفر رو، سه خانواده رو تو داری به هم میزنی با این کاره. خب معلومه اگر بخوای جدا بشی. بچه هم الان اینها رو میدونن، این مسئله رو میدونن و بچه ها چی میدونن؟ پسرای من میدونن اینو که چی؟ که من با کسی آشنا شدم. نه شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟ من از کانادا صحبت میکنم. خب شما از کانادا، یه آقای در ایرانن، چجوری با ایشون آشنا شدید؟ با از طریق اینترنت بودشون آشنا شد. خب بعد این آقا چند سالشونه؟ این آقا 20 سال از من کوچیک‌تره. و ایشون فکر میکنید به چه مناسبت چگونه شما با هم ارتباط برقرار کردید و شما چی از ایشون میدونید؟ من همین گفتم از طریق اینترنت آشنا شدم و دوست داشتم که اونو بیارمش اینجا و زندگیمونو با هم شروع کنیم اگر خدا بخواد. خدا که حتما نمیخواد، ولی شما ممکنه من بفرمایید که این آدم شما چی در موردش میدونید، چی خونده، چی کار میکنه؟ ایشون که باید دنبال بهانه میگرده، من در اصطلاح ببخشید منو میگم اینا دنبال خر پرندن، یکی سوار هواپیماشون کنه بیاردشون امریکا و کانادا. ایشون یه آقای 40 ساله به چه مناسبت بیاد با یه خانم 60 ساله که 2 تا بچه داره هنوز ندیده بخواد بیاد اینجا با شما زندگی کنه؟ شما مطمئنید میدونید داری چی کار میکنی؟ شما به من بگید 3 تا چیز خوب این آقا چیه که شما میدونید؟ اون خب البته منو خوشحال میکنه به خاطر اینکه اون خب جوونه و میتونه منو شاد کنه، منو خوشحال کنه. از کی تا حالا جوونا میتونن آدمای مسن رو خوشحال کنن؟ مگر خوشحالی رو جوون میتونه انجام بده یا آدم حالا سن بالاتر نمیتونه انجام بده؟ آخه با همسرم اصلا من کاری با همسرتون نرم، همسرتون به کنار. خب ایشون میتونه شما رو شاد کنه، چگونه از راه دور الان ایشون دارن شما رو شاد میکنن که فکر کنی همچی؟ من احساس میکنم میخوام برم باهاش صحبت کنم، همین به من هیجان میده که من بخوام اونو ببینمش باهاش صحبت کنم. خب این که هیجان، این شادی نیست. خب دیگه غیر از اینکه ایشون، خب احتمالا هر کسی که بخواد یه رابطه با کسی برقرار کنه، دومین سومین حسن ایشون چیه که فکر کنی ایشون میان اینجا و میان کانادا و شما رو خوشبخت میکنن؟ چه چیز خوبه دیگه شما در ایشون دیدی؟ خیلی صادقه. خیلی صادق یعنی چه چیز؟ چه حقایقی رو به شما گفته که من میخوام از تو فقط من میخوام از تو استفاده کنم بیام کانادا؟ چی عزیز؟ اصلا من خودم میخوام که اونو بیارمش، اون اصلا به من این پیشنهاد رو نداد. من میدونم، ممکنه من بفرمایید شما از کجا فهمیدید آدم صادقیه؟ به خاطر اینکه حرفایی که میزنه، خب به قول معروف میگن هر چی که از دل برای بر دل نشینه و به خاطر همین نفهمیدم. صداقت رو میخوام ببینم. حرفی که از دل برایت بر دل نشیند که به صداقت ارتباط داره، صادق بودن ایشون رو از کجاش نفهمیدم؟ من متوجه میشم که اون داره حقیقت رو میگه. خب دیگه چی؟ ها شما دستگاهی دارید که میفهمید آدم ها راست میگن یا دروغ میگن؟ خب اون وقت سومین چیزی که ایشون دیگه داره چی غیر از صداقت و شما رو شاد میکنه؟ مطمئنم که وقتی بیاد اینجا به من وابسته میشه. چرا؟
شما چه چیزای خوبی دارید که جوان 40 ساله 20 سال از شما جوانتر، شما دو تا بچه دارید، ای بسا در سن و سال اون که ازدواج کردن به شما برای چی وابسته بشه، به چه چیز شما وابسته میشه؟ البته ممکنه بتونه از طریق شما ورود بگیره، از طریق شما پول در بیاره، اینجا بیاد کنگر بخوره، لنگر بندازه، نه خیلی ها وابسته میشن. شما الان اعلان کنید من دنبال جوان 20 ساله هستم که بیاد اینجا و با من زندگی کنه، من مطمئنم از همه جای دنیا میلیون ها نفر براتون درخواست میفرسته. در آخه شما راجبه این آدم چی میدونید که این آدم مناسبیه؟ میدونم ممکنه که احمقانه باشه. بسیار. بله. یعنی اصلا شما فقط اگر میخواستید خودکشی کنین من باش راحت تر بودم. شما کاملا ارتباطتون با واقعیت و عقلانیت و همه از دست دادید قربونتون. کارا چی؟ یه مردی تو ایران گرفته نشسته عاشق شمای ندیده شده که میخواد بیاد اینجا شما رو شاد کنه و شما رو خوشبخت کنه، یه کسی که 20 سال از شما کوچکتره، شما چه شناخت و آگاهی ازش دارید؟ بسیاری از مردم هستن که به هر از در و دیوار میخوان از کشورشون یا ببیجه هموطنان خوب از ما برک میخوان از ایران خارج برن به هر قیمتی، به هر هزینه‌ای، به هر صورتی. خب این که یکی از بهتریناشه که آدم یه کسی رو پیدا کنه. برای شما باید اول جدا بشید، بعد ایشون رو نامزد یا ازدواج باشون بکنید بیارید. بچه های شما از این موضوع خبر دارن؟ بله میدونم. اونا چی میگن به شما؟ اونا میگن ما حاضر نیستیم تو این کارو بکنید. خب حق دارن، بلکه شما کاملا معلوم حالتون به هم خورده. ولی آخه آقای دکتر من خوشحال نیستم تو این زندگی. من مطمئن دارم. من اصلا قبول دارم عزیز، من که هیچ وقت نمیگم شما خوشحال. من الان اومدم بیرون از خونه، اومدم از خونه یه جای دیگه اجاره کردم، اصلا نه من اصلا من شما من میفرمایید من در زندگی زناشوییم خوشحال نیستم، ناراحتم، ناراضی ام، میخوام جدا بشم. کاملا شما رو میفهمم، الان نمیخوام اونو بس کنم. اون آدم مسئله منه. شما میگید من میخوام جدا بشم، خب جداش. واقعا فکر با این فایده نداره، خوشحال نیستید، راحت نیستید، همسرتون همسر خوبی نیست، فایده ای هم نداره، میخواید جدا بشید، این کارو بکنید. ولی اینکه یه جوونی رو که اصلا نمیشناسید کی است بردارید بیارید، فقط میخواید خودتون رو و خانواده رو آتیش بزنید. من اصلا من تردید ندارم که ایشون فقط یه فریب و دروغ بزرگه یا یه بیمار روانی است. بنابراین اون رو رها کنید، به بچه هاتون بگید، به همسرتون هم بگید، حالا که جدا شوید میخواید جدا بشید برید جدا بشید، ولی همچی دست گلی آب ندید عزیز. آدم ها اونم تو این سن و سال با شرایطی که شما دارید باید کسی 2 سال 3 سال در ارتباط باشن، بشناسن، رفت آمد کنن، وضعیتشو بدونن، تواناییاشو ببینن، حالاتشو ببینن، اخلاقشو ببینن، شخصیتشو ببینن، بعد تصمیم بگیرن میخوان با هم زندگی کنن یا ازدواج کنن یا نه. ولی اینکه شما نشستید و یه همچین توهم و تصوری دارید که معلومه حالتون خوب نیست. یعنی من حتما عرضم به فرزندانتون اینه که لطفا حتما شما رو ببرن یه مشاور بگیرید، مشورت کنید، صحبت کنید، حالتون و احساستون رو بفرمایید که ببینن درست و غلط چه، کمکتون کنن. ولی خودتون این گونه و خانواده رو این گونه به آتش نکشید. ولی آقای دکتر شوهر من میگه که تو نمیتونی، تو اگر به های جدا بشی، حالا برفرضم که من با اون طرف نرم، میگه که تو زندگی ما رو الان، خب سالیه که ما چند سالیه که با هم زندگی کردیم و الان دیگه به جایی رسیدم که نمیتونم زندگی. نه خب نکن شما گوش به حرف ایشون ندید. ایشون از که تا حالا خداست یا پیغمبر خداست که باید حرفش رو شنید. شما از زندگیتون ناراضی هستید، اگر ناراضی هستید با بچه‌هاتون صحبت کنید، اگر میخواید جدا بشید. من جدایی شما رو بحث من الان نیست، چون راجع به اون حرفی نزدیم با هم، اما درباره اون کاری که میخواید بکنید، شما میخواید جدا بشید، واقعا راضی نیستید، خب جدا بشید. ای خودتون میخواید. بله ولی وقتی که آخه اینجا ما خونه داریم، ما خود خونه داریم، باید اینو همه رو دادگاه و قانون میاد تکلیفش رو روشن میکنه. آخه اون خودش کلی پول میگیره برای دادگاه، من اگه بخوام وکیل بگیرم این کارا رو بکنم خیلی پولش میگیره. نه اولا بسیاری از اوقات وکلا بعدن میگیرن و بسیاری از دادگاه ها حکم این که باید هزینه وکیل رو هر کدام که دارن بدن رو از همون اول صادر میکنن در دادگاه. شما اگر فقط برید بگید من پول ندارم میخوام جدا بشم،
ایشون وکیل داره من وکیل ندارم، به هر حال کمکتون میکنن. برای با بچه هاتون مشورت کنید، شما قرار نیست خودتون پول داشته باشید، فرزندان شما، شما دو تا پسر دارید، ازدواج کردن، زندگی دارن. من اولا حرفم این است که شما از فکر اون آقا بیاد بیرون، هر کاری میخواید بکنید بکنید، اون قصه دیگری است. بنابراین ببینید چه میکنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنونم. خواهش کنم. تمنام کنم. خدا نگهدار. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. آره سلام آقای دکتر. سلام بفرمایید. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. من از استرالیا زنگ میزنم. یه مختصری در مورد خودم میگم، بعدا شما اگه سوالی داشتین از من بپرسید. من صدای منو خوب دارین؟ من صداتون رو دارم. من میشنوم. بله نه، ما اینجا مشکلی با صداتون نداریم عزیز. خب خیلی خوشحالم. من 38 سالمه، بچه سوم از خانواده 4 بچه‌ای، همون لاستچایلدی که شما فرمودین و دقیقا همون مشخصات رو داشتم. خواهر بزرگترم 5 سال بزرگتر از من، خواهر کوچیکترم 7 سال و برادر بزرگترم 9 سال بزرگتر از من. دقیقا یعنی من الان یه 2-3 سالیه که با شما خیلی آشنام و صحبت شما رو گوش میکنم. دقیقا یعنی این لاستچایلد دقیقا در مورد من هست، یعنی همون حالتی که اینویزیبل بودم و خلاصه همون مسئله. بعد من با دانشگاه رشته برق خوندم و اونجا با شوهرم آشنا شدم. شوهرم هم الان یکی دو ساله که میدونم که خب مشخصه اصلیش همون در واقع OCPD هست که خب اون موقع نمیدونستم. ما خیلی زندگی سختی داشتیم، یعنی این ترکیب اگه شما در نظر بگین، یه آدمی که خب مثل منه و یه آدمی که از اون طرف یه وسواس فکری خیلی شدید داره، خیلی آدم کنترلگرا و یه مثلا خشم و عصبانیت داره، خودتون می‌دونید زندگی خیلی سختی داشتیم و اون زمینه وسواس هم تو خانواده‌شون هست، یعنی مادرش و خیلی آدمای مختلف. ایشون چند سالشون عزیز؟ ایشون دو تقریبا یه سال و نیم ازم بزرگتر هستن و بچه دوم هستن، خواهر بزرگترش حدودا 4 سال بزرگتر. اون وقت به بعد بفرمایید نه چه مدتی است ازدواج کردی؟ ما 15 سال هست که ازدواج کردیم. و فرزند چی داریم؟ ما الان دخترمون تقریبا 2 سال و 5 ماهشه. ما خب سال اول زندگیمون واقعا سخت بود، یعنی واقعا بارها خواستیم که جدا شیم، یعنی این ترکیب فکر کنم خیلی ترکیب سختی بودش. بعد منتها حالا به همون دلایلی که خب من خیلی نمیخواستم به خانواده مطرح کنم، یعنی من همش فهمیدم مشکلات خودم باید حل کنم و مشکلاتم خب یه همچین مشکل بزرگی و خودم به تنهایی نمیتونستم حل کنم، خلاص هی با هم کنار میومدیم. ولی خصوصیت دیگه ای که شوهر منم داره خیلی یعنی چون هیچ دوست و رفیقی هیچ وقت نداشته، من بودم تو زندگیش به عنوان همه چیز، خب خیلی وابستگی داشت. یعنی از اول دوست داشت که خب هر کاری که میکنه من کنارش باشم، یعنی حضور من باشه کنارش و این کاراشو بکنه. تا وقتی که اینطوری بود همه چی اوکی بود. تا وقتی که من میخواستم یه مقداری مثلا خودم هم زندگی داشته باشم، خب اون مشکلاتمون به من بذارید. بفرمایید چه مدتی استرالیا هستی؟ ما الان تقریبا 9 سال استرالیا هستیم. ما اصلا از اول بچه هیچ کدوم نمیخواستیم، یعنی من انقدر زندگی من انقدر مشکلات داشت که بچه نمیخواستم. ولی خب شوهرم یعنی در این حال که خب یه آدمیه که یعنی وقتای OCPD خیلی میزنه بالا، ولی در حالت عادی آدمیه که خب خیلی تعیین میکنه، خیلی منطقیه، خیلی محبت میکنه به من، یعنی خیلی چون من تنها موجود زندگیشم توی این زندگی، یعنی نه دوست و رفیق و فلان چیزی نداره، خیلی همیشه توجه میکنه. حالا نمیدونم دقیقاً حالت. نه متوجه هستم. نه اینکه چه خبر است ببین تو ایشون چی خوندن و چه میکنن. ایشون هم همکلاس من بودن و خوندن و خب خیلی آدم موفقیه، دقیقا یعنی یه شخصیت خیلی مولد و خیلی همیشه داره یه کاری انجام میده. الان داره مثلا فوق لیسانس شروع کرده خوندن، یعنی خیلی همش در حال انجام دادن یه کاری هست. خب خیلی دقیقا میگم مثلا دقیقا دوتا تیپیکال، این دوتا شخصیت تیپیکالی هست. نه متوجه. بعد ما بچه دار شدیم، یعنی در واقع اون موقعی بود که خب اون میگفتش که من میدونم تو اگه بچه دار نشی بعدا پشیمون میشی و من تایید دارم بچه دوست داشتم، ولی خب نمیخواستم هم تو زندگی در سرداری میشیدی اضافه کنم. ولی خب بچه دار شدیم و واقعا یک سال و نیم اول زندگی واقعا سخت بود، یعنی بارها من گفتم من بزرگترین اشتباه زندگی رو کردم، چون آدمی که انگار که من یه بچه بزرگتر دارم که حالا یه نوزادم آوردم، این بچه بزرگتر تمام توجه منو میخواد، هی یعنی هی میگه تو چقدر مثلا گریه میکنی، تو چه بچه رو برمیداری، یا نمیدونم چه این بچه تمام زندگی ما تحت تاثیر قرار داده، یعنی همش انتظار داشت که خب بچه خیلی راحت‌تر باشه. خلاصه واقعا سخت بود. بعد از
یک سال و نیم دقیقا شده بود که انگار که مثلا چون آدمیه که کلن شوهرم خیلی آدم منطقی، یعنی واقعا اگه یه چیزی رو بهش برسه فکر کنه، خودش با فکر خودش برسه واقعا تاثیر میذاره روش، یعنی آدمیه که از این جهت واقعا عالیه. واقعا در اصل یه اتفاق با یه دوستش و خلاصه یه کتابی خوند و یه چیزی که خیلی یهو به این نتیجه رسید که من چقدر دارم دنیا رو کنترل میکنم، من باید راحت‌تر باشم، ریلکس‌تر بگیرم و مثلا شرایط زندگی بهتر میشه. واقعا یهو انگار که مثلا معجزه شد، از نظر من معجزه بود واقعا، که خب خیلی بهتر شده. الان زندگی ما خیلی، یعنی اگه بگم اون آدم مثلا 80% قبلا خیلی سخت بود زندگی کردن باهاش، الان مثلا هر از گاهی یهو سر یه چیزی عصبانی میشه یا خیلی اون حالت کنترل کردنشو کمتر کرده، از زندگی خیلی بیشتر لذت میبره. وجود دخترم یعنی واقعا انگار یه معجزه تو زندگی ما که این مثلا لذت میبره از وجود این بچه، از این همه مثلا خلاص، یعنی در واقع میدونم چیز میکنه، اپریشییت میکنه وجود این بچه رو و خیلی تغییر کرده. الان سوالی که برای من مطرح هست این که خب خودش الان به من میگه که ما بچه دوم بیاریم چون این بچه انقدر شیرینه، انقدر مثلا وجودش خوبه تو زندگی ما، حتما من دلم میخواد یکی دیگه داشته باشیم. ولی از طرفی اون قضیه که خب بعضی وقت عصبانی میشه یهو مثلا، یعنی اون تیکا رو هنوز داره. اون عصبانی که میشن چی میکنن عزیز؟ داد میزنه یا مثلا حتی شده باها شده که جلوی دخترم مثلا داره یه کار اشتباهی میکنه، من سعی میکنم که خب یه خواه آروم بهش بگم، یه وقتایی مثلا یه چیزی رو دو دفعه بهش بگم میگه مثلا تو چرا انقدر چیز کردی، یهو مثلا جلوی بچه‌مونم ممکنه داد بزنه و این خب خیلی آزاردهنده است. من فکر میکنم به خاطر این قضیه، یعنی دخترم خیلی وابسته است به باباش، یعنی چون اصلا شوهر من یه خصوصیت چیزش اینه که خیلی یا خیلی خوبه، یعنی وقتی که خوبه بهترین پدر دنیاست، اینقدر توجه میکنه، زمان میذاره، واقعا عالیه. ولی یه وقتی اینکه حوصله نداره یهو خیلی بده، یعنی اینو همیشه من بهش میگم که آدمی که متعادلی باشه خیلی بهتره تا اینکه یهو بزنی بری خیلی بالا و بعد دوباره بیای پایین، یعنی اون بیشتر آدم اذیت میکنه. در مورد دخترمون هم همینه، یعنی خیلی واقعا نسبت به دخترتون اینجوری سخت عصبانی میشه؟ نه نسبت به من، یعنی همیشه میگه به خاطر اینکه تو این که این به نظر من منطق درستی هم نیست، میگه چون تو این کارو کردی من عصبانی شدم، یعنی تو اگه مثلا تو دخالت نمیکردی من عصبانی نمیشدم. بعد یعنی به نظر من نمیدونم این توجیه به نظرم درست نه آخه درستی نه آخه نه متوجه هستم عزیز. نه ببینید، اولا شما یه ذره زمینای خفیف هیستریانیک هم نشون میدید ولی اون الان مهم نیست، یه ذره حالتهای هایپر بودنتون رو یا شاید هم مضطربید. بذار ازتون یه سوالی بکنم. خب شما اشاره کردید به منطقی بودن همسرتون. من بحث منطقی بودن رو میفهمم. منطقی بودن یعنی قواعد عقلی رو برای گرفتن نتیجه گیری استفاده میکنم. ولی وقتی فرضها غلطه که یکی دیگه موجب عصبانیت من میشه که اصلا چنین نیست، خب بعد استدلال ایشون که در زمینهای مسائل احساسی عاطفی کار نمیکنه. من میخوام یک مقداری بیشتر متوجه حال ایشون بشم و اون اینکه عصبانیتشون رو متوجهم، ولی شما یک کسی هستید که شاید نه اینکه او مسئولیت عصبانیت اونو دارید، ولی یکم اینکه شما رو رها کنن تند میرید. آیا ایشون اگه قرار بود به شما اعتراض و انتقادی داشت باشه چی میگفت؟ اون به من میگه که چرا تو زندگی یه کاری رو از اول کامل تا ته انجام نمیدی، یعنی اینه که خیلی اذیتش میکنه. مثلا چون آدمی خودش آدمی که خیلی تو همه کار خونه همه کار انجام میده و آدمی که خب چون یه خود وسواس داره که کار خوب انجام بده، هی این کار انجام میده، میگم تو هم آشپزی میکنه، نون درست میکنه، نمیدونم همه کار میکنه و این خب آخه برای این که خب نه آخه این به خاطر اون نیست، از ایشون میخواد اینقدر کار بکنه که جهان رو حس و احساس نکنه و خوشبختانه دخترتون بهش یه دریچه ای از حس و احساس رو داده، ولی متاسفانه یه ذره باد که میزنه اون دریچه رو میبنده و بعدم اینکه عصبانی میشه اون چرا روی خود این خشمش، البته میدونم مرتبط به استراب و وسواسشه، چرا راجع به خشم شما یا ایشون چیزی نمیخونید نمیدونید که بدون متوجه باشید چگونه میشه خشم رو اداره کرد؟ من سیدی خشم و عصبانیت هم 8 ساعته، اگر نشنیدید یا نشنیدن من فکر کنم خیلی خیلی به یه آدمی مثل ایشون کمک میکنه که متوجه بشن چی کار دارن میکنن.
یعنی میدونید اینو من متاسفانه نشنیدم و حالا یه دوره خودش اتفاقا توی شرکت رو برگزار کردن در مورد همین کنترل خشم بود. یه مدتی خیلی خوب بود، یعنی گفت دیگه مطمئن باشی من نمیبینی عصبانی بشم، خیلی آروم بود. ولی خب دوباره مثلا سر یه چیزایی که در واقع یه جزئیاتی که به نظر من که باهاش این همه مدت نگم همیشه به نظرم زیادی جزئیات. نه اونو متوجه، نه نه بذار همینجا بیستیم. ببینید عزیز، ماجرای عصبانیت خودش به خودی خودش یه موضوع گرفتاری حتی بیماری هست، ولی کنار خودش چیزای دیگه هم داره و اونا نمیگذارن که آدم یه مقدار زیادی پاک بشه و خلاص بشه. ولی اگر فشار رو تو همه زمین‌ها بیاره، یعنی جنبه‌های دیگر، یعنی علل و عوامل رو هم از بین ببره، کمکش کنید. چون مشکل شما بر اساس حرفایی که به من میزنید بدون تردید مسئله اداره کردن خشم، انگر منیجمنت، یعنی به همین سادگی. و اون نه اینکه الان برای سیدی بخوام، اون سیدی رو یه آدمی مثل ایشون یک بار یا خود شما بشنوید متوجه میشید که اصلا این پروسه یا فرایندی که این حادثه و اتفاق میفته کجاست. و یه آدمی مثل ایشون میتونه خودش رو اداره کنه و به تدریج اون رو از وجود خودش پاک کنه و جدا شه. ضمناً مواظب باشه که گرفتار اون چاهای روانی نشه، متوجه باشه که برخی از اوقات در یه زمینه‌ای اصلا نباید وارد هیچ نوع بحث و گفتگو و مخالفت یا موافقتی قرار بگیره. یعنی یه مقدار آشنایی تو اون زمین ها سبب میشه که گیر نیفته. چون مشکل شما الان اینه، یعنی من فکر کنم اگر حرفای شما رو درست فهمیدم، اگر ایشون آدم خشمگین و عصبانی نبود احتمالا خیلی زندگی شما بهتر بود و شما غیر از حالا زمینه یه مقدار استراب و وسواس ایشون که ناچار یه ترمزیست برای همه حرکت ها، ولی شاید با توجه به وجود شما که ذره تندید یا همچی ترمزی هم اونقدرها بد نباشه، نه اونقدر که ایشون هست ولی تا حدودی. ولی من مسئله رو فقط در خشم و عصبانیت دارم. بنابراین مشخص ازتون این سوال دارم، اگر ایشون آدمی باشه که خشمش رو بتونه اداره کنه و این اتفاقاتی که شما میگید هنوز برخی از وقت میفته اصلا نیفته یا اینقدر کم بشه یا اینقدر کوتاه و کوچک باشه که اهمیت نداشته باشه، شما مسئله دیگتون با ایشون چیه؟ مسئله دیگه یه مقداری هم خب بر اساس همون تیپ شخصیتیش خیلی نگرانی مالی داره همیشه. البته بهش بگی نگرانی مالی میگه نه، ولی خب همیشه این حالتو داره. یعنی مثلا من روی دخترم، من طبق حرف شما تا یک سال و نیم موندم خونه با آدمی، من میگم شوهرم از وقتی دخترم دو ماهش بود به من میگفت تو برو که از چهار ماهگی بری سر کار. و من انقدر تحمل کردم این مدت، ما هیچ مشکل مالی نداریم، یعنی به نسبت، چون همیشه تو همین رشته در واقع به عنوان مهندس برق دقیقا کاری که ایران میکردیم و اینجا انجام دادیم هیچ مشکل مالی اصلا نداریم و خیلی عالی. ولی خب این حالت رو همیشه داره. الان هم که مثلا با من صحبت میکنه در مورد بچه دوم، میگه که خب مثلا بذار، مثلا این هدفش اینه، میگه که مثلا الان مثلا بدهی وام خونمون مثلا فلان قده، بیا اینقدر تا اینقدر برسونیمش بعدن تو برو، چون تو حامله میشی بعد یه سال دو سال میخوای سر کار نرید. یعنی اینه که برای من یه خورده آزاردهنده است. خب اونا هست، خب اونا متوجه شدن. حالا این به مسئله خشم و عصبانیت مرتبط نیست، ولی همونطور که گفتم متاسفانه استراب و نگرانی و بعدن موضوعی کوچک بی اهمیت رو بزرگ کردن و درصد احتمال رو افزایش دادن خب مشخصه ایشون هست. شما سیدی ترس و استراب و وحشت من شنیدید یا نه؟ چون یه ذره حرفای شما نشون میده با اون آشنایی، درسته؟ من بله گوش کردم. اوکی بسیار. شما بله خشم هست، بله استراب و افسردگی، استراب رو بله اونه. اوکی. خب من حالا یه چند تا مسئله که میخواستم با شما مطرح کنم، یکی این که در مورد OCPD من میدونم که درمانی نداره، یعنی خب نه چرا نه داستان درمان که داره عزیز. یک به هر حال شما استراب ریشه‌شه، این استراب یه جوری در شما خانه و کاشانه کرده و یه مگر سیدی ترس و استراب و وحشتتون شنیدید مثلا 16 تا علامت و نشانه داره و با اینا میشه جنگید. یعنی فرض بفرمایید ایشون بیاد اونقدر کار نکنه، یعنی بپذیره ما تو این دنیا نیومدیم به عنوان کارگر و نیومدیم کار کنیم و اصلا چیزی به اسم استراحت و راحت و تفریح وقت تلف کردن، عمر تلف کردن نیست. یعنی مسئله به همین سادگی، یعنی وقتی به کل زندگی خودش و دیگران نگاه میکنه با این واقعیت روبرو بشه که ما
قرار نیست به صورت یه ماشین یا به صورت عناصر طبیعی حرکت کنیم، مثل خورشید یا ما، که دائما باید یه کاری بکنن و مفید و مولد باشن. یعنی فرض کنید تو این، و دوم کوشش کنه جهان رو حس کنه، جهان رو احساس کنه، بیاد بره تجربیات مختلف رو در زمینه‌های متفاوت داشته باشه، از دریا گرفته، خشکی گرفته، صحرا گرفته، کوه گرفته، جنگل گرفته، از فرض کنین انواع مختلف اسکی روی آب، اسکی روی یخ، اسکی روی برف. یعنی ببینید تجربه حسی و احساسی جهان سیستم رو برمی‌انگیزه و تحریک میکنه. ایشون ماجراش در این است که میخواد جهان رو حس و احساس نکنه. بنابراین اگر فرض کنید در جهت زمینه‌های مختلف، یا فرض کنید همه کارا رو بگه از این بعد ناقص میکنه، اصلا من خونه رو هیچ وقت همش رو تمیز نمیکنه، هرگز فرض بفرمایید چیزی رو که میخوام، غذایی رو که درست بکنم، یه مقدارش رو اون اصولی که باید رعایت کنم، یا کمی هم وقت بره، یا به هر حال توجه ویژه میخواد، رو اصلا رعایت نمیکنم. یا در جهت داشتن برنامه که سر ساعت این کار یا اون کار رو بکنم، اونا رو هم کنه. اینا چیزایی است که انسان وقتی که به همش بریزه، بعد از مدتی متوجه میشه که جهانی به هم نمیریزه. یعنی ببینید، یک گفتم چرا یه تیپ که این گونه که شما درباره معقول و منطقی بودنشون صحبت میکنید، متوجه میشه که این حال نتیجه اون رفتار یا اون نوع برخورد با موضوع هست که عوضش کنه احساسش هم عوض میشه. ایشون اونجا گیره و گرفتار، البته از کجا میاد اونا مهمه، و به همین جهت هست که بعدم دونه دونه اونا رو میشه درست کرد. ممکنه یک کسی نتونه فرض کنید به یک بار لباسش رو درست کنه، ولی وقتی قرار شد که حمامش رو بره، فرض کنید این پیرنش رو عوض کنه، حالا دکمه هاش رو ببنده، هر کدوم از اینا ممکنه کم اهمیت بشه، ولی در مجموع او رو آماده میکنه برای که به یه مهمونی بره. اینی که من اون جمله رو قبول ندارم که کسی که در حقیقت شخصیت وسواسی مجبوره کاری براش نمیتونه بکنه، و یا کاری خودش نمیتونه بکنه، که حتما میتونه بکنه، برای که اینا چیزایی نیست که، درسته به نوعی در برخی از اونا به صورتی برای او در اومده که اجبار و تکراره، ولی نه اجباری در کار نه تکراری، و کاملا هم میشه اونا رو شکستش. عزیز درسته حرف شما، یعنی اگه خودش متوجه باشه دقیقاً، خب چرا نباشه؟ چرا نشه؟ ببینید که خودش به حالت دوگانگی رسته، یعنی الان با وجود یک بچه مثلا شروع کرده فوق لیسانس یه رشته مثلا بیزینس رو خوندن، و چون که خب خیلی وسواس داره فقط یک واحد رو گرفته و الان داره میخونه. خودش ترم قبل گرفت حذفش کرد، گفتیم برای من الان من بخونم که چی، من بچه‌م مهمتره، من باید زمان با بچه‌م بذارم. یعنی خودش این چیزو داره، منتها دوباره میگیره. یعنی خودش بارها به من این مساله رو میگه که من نمیدونم این کار درسته، میرم به سمت این و بعد میفهمم که نه مثلا زندگی نه. ببینید عزیز، آخه نه اشکال نه، صبر کنید عزیز، نه متوجهم که اون بحثایشون چیه، ولی اگر یه کسی باشه که باش گفتگویی بتونه بکنه، متوجه میشه بحث درست و غلط نیست عزیز، بحث تفاوت و اختلافه، قصه درست و غلط که این کار بکنم یا نکنم نیست. ایشون از اون ذهنیتی که جهان کارش یا خوب و بده باید بیاد بیرون، جهان جهان تفاوته. و بعدم اصلا شما تمام این مسیر رو رفتید، قبول، اولا بیاد تا حدودی دردش رو اندازه بگیر، مثلا وقتی که میگذاری انرژی پولی که هست، بعد لذتش چیه؟ خب اینا باید با هم بخونه. یه آدم معقول و منطقی رو میشه گفت تو نمیتونی 100 واحد رنج ببری به خاطر 5 واحد لذت، یعنی اون معنا نداره، و چی میخوای ثابت کنی؟ بعدم دلیل این که تو این رنج الان میخوای ببری به خاطر اینکه این رنج برای تو رنجش کمتره در مقام مقایسه با اینکه جهان رو بخوای احساس کنی، جهان رو بتونی بفهمی. بنابراین تو اگر ارتباط تو با جهان حفظ کنی، الان فکر کنی درد آور و رنج آور، من چرا برم مثلا توی مهمونی که به دلیل حال و احساس بدی که دارم از هر نگاهی، از هر لبخندی، از هر برخوردی، از هر نشست و برخاستی حال و احساس بدی بکنم، بعد فکر کنم بهتر این که برم شام تو خونه کتاب بخونم، بعد فکر کنم ببین من به جایی که 3 ساعت برم مهمونی و وقتم رو تلف کنم و رنج ببرم و احساس بدی بکنم، نشستم فرض کنی که 3 ساعت کتاب خوندم و به درسم و کارم کمک کردم. خب اشکال کار در اینه که این آدم محیط یه مهمانی رو یه محیط همراه با درد و رنج داره میبینه،
از اون نگاه و ربخند و برخورد و اینهاست که حال و احساس بدی داره. و بنابراین فکر کنی که خب من چرا ببرم یه جایی برم رنج بیشتر ببرم، فایده هم برام نداشته باشه، در حالی که میتونم رنج کمتر ببرم و لذت بیشتری ببرم از پیشرفت و موفقیت یا گرفتن یه مدرکی. ولی اگر یه کسی بتونه باهاش صحبت بکنه که این ماجرای داشتنها اصلا مسئله زندگی نیست، مسئله بودن و شدن هاست و از همه اینا گذشته جهان جنبه ها و جلوه های مختلف داره. اینکه تو بخوای حالا یه مدرکی بگیری برای چیه؟ این مدرک یک به تو یه پولی میده، با این پول میخوای چیکار کنی، چی میخری و با چه لذتی. دو، این مدرک به تو یه جایگاه میده که وقتی تو این اداره رفتی سه نفر بهت نگاه میکنن که این از ما سوادش بیشتره یا مقامش بالاتره یا رئیس ماست. این احساس اونا برای تو چه فایده ای داره؟ چون ببینید ما یه ذهنیتی میسازیم و موضوع رو یه جوری تبدیل میکنیم. مثل فرض کن جوونی که وارد یه مهمونی میشه و فکر کنه الان این 300 نفر کاملا همه زندگی رو رها کردن و میخوان ببینن اینه که نیم ساعت 40 دقیقه جلو آینه ایستاده و 6 تا موش رو این ور برده و اون ور مرده به گونه ای که او خواسته و درسته هست یا نیست، در حالی که تو اون جمعیت یه نفر حتی به اون نگاه نمیکنه، اصلا موی سرش که سهل، سرش هم برش مهم نیست. ولی این دنیای خیالی خودشه که فکر کنه من با ورودم به یه مهمونی و اینکه موهای من یه زاویه 30 درجه داشته باشه به سمت راست که حالا این مثلا مده چه خواهد کرد در ذهن آدما. و هرگز هم فکر نمی کنه، اصلا برفرض که در ذهن آدم ها که هیچ کاری نمی کنه همه کار بکنه، برای تو چه فایده داره؟ هیچی. ولی یه تخیل از یه جهانی است که واقعی نیست عزیز. یعنی ایشون یه جوری نگاه میکنه که انگار ما قرار پیش بریم و جلو بزنیم، بعدش آخر کار خالیتر و تنهاتر، خشمگینتر و ناراحتتریم. برای که همین احساس اضطراب و نگرانی و وسواس و عصبانیت از کجا میاد؟ از یه حال و احساس بد که ای بسا یه کسی که یک دهم ایشون نه کار میکنه نه فهم و شعور و درک داره، اینقدر که ایشون رنج میبره رنج نمیبره. آخه هدف نهایی و اصلا مغز ما فقط با دو تا پدیده کار میکنه، لذت و درد، pleasure and pain. و بنابراین همیشه یه مقایسهی تو این زمینه مطرحه. و به همین جاست که میگم وقتی با یه آدم معقول و منطقی که من بارها تو کار تراپی درگیر بودم سر همینا باش ایستادم که تو بیا من بگو فایدهش چیه. بذارید باز براتون مثالی بذارم. شما بمیدید نیم ساعت رانندگی میکنید برید یه جایی غذای بهتر بخورید، تفاوت غذایی که اینجا میخورید و اونجا میخورید چقدره؟ ولی ماجرای نیم ساعت وقتتون، گرسنگیتون، پولی که احتمالاً بیشتر میدید، اینا رو وقتی به حساب بیارید برخی از خود اصلا معنایی نداره. چرا بسیاری از آدما مثلا حرفش این است که من یه غذای ساده رو ترجیح میدم؟ مثلا من به شما بگم، من از 100 تا رستوران گران قیمتی که رفتم از 90 تاش حالم به هم خورده. برای که اون رستورانی که قرار نمیاد نوع غذاش رو به گونه ای که اون رو به شما میخورونند و مقررات و آداب و اصولی که دور برش هست و ترکیبای عجیب و غریبی داره و میل به خوشمزه کردن اونا، برخی از اوقات حال شما رو شب با یه مقدار مشکلاتی روبرو میکنه. در حالی که برخی از اوقات یه غذای ساده در یه رستوران خیلی عادی به مراتب اون برای شما بیشتره. ولی یه فرضی ما داریم که داریم میریم یه جایی که اگر یه جایی غذاش 10 دلاره این 50 دلاره، و یا اگر مثلا رومیزی و اونا 5 دلار خریدن انداختن این 500 دلار انداختن. یعنی برخی از اوقات اینا سر جای خودش معنی دارن، ولی بیشتر اوقات نه عزیز. یعنی ما یه دنیایی رو میسازیم، یه جدول ترجیحاتی قائل میشیم که وجود نداره. علتی که این صحبت رو با شما میکنم برای اینکه متوجه نظام عقلی استدلالی هر دوی شما به عنوان دو تا آدمی که مهندسید و یه نگاه مکانیکی به جهان دارید رو میفهمم. و بحث من با شما اینه که قرار نیست ما نگران باشیم، قرار نیست ما افسرده باشیم، قرار نیست ما خشمگین باشیم. ما فقط وقتی قراره بترسیم که خطر بیرونه، واقعی و خارجی است. هواپیمای من آتش گرفته، من باید بترسم.
یک دقیقاً، یعنی خونه من آتیش گرفته باید بترسم، ولی نه اینکه تو خونم بشینم فکر کنم خونم آتیش میگیره. ایشون هر وقت مشکل مالی داشت باید نگران وضع مالیش باشه. اینکه من فکر میکنم ممکنه این چیزا اینقدر بد بشه خراب بشه بعد من مشکل مالی پیدا کنم که شرط عقل و منطق نیست عزیز. آخه اینا با احتمالات جهان نمیخونه. پس که من تصور کنم الان ممکنه یه هواپیما یه هلیکوپتر روی دفتر رادیو سقوط کنه، خب من میتونم این فکر رو بکنم، احتمالش هم هست، ولی آیا من بر این مبنا میتونم الان بلرزم و بترسم؟ به همجاست که ما یه تفاوتی داریم بین فیر که ترسی که شما گفتید و انگزایتی. فیر وقتی است که خطر واقعی و خارجیه، انگزایتی وقتی است که نه خطر واقعی است و نه خارجی، و بنابراین یه ساخته و پرداخته ماست. من تو زندگیم آدم هستم که ترسوام ولی نگران نیستم. وقتی خطر واقعی و خارجیه، شما برای حفظ جان خودتون که مکانیزم جدی طبیعی است که مشترک انسان و حیوانه، باید براش آمادگی داشته باشید. ولی برای استراب، شما دوتا مهندسید، توی کشوری هستید، تحصیلاتی دارید، کاری دارید، اصلا چه احتمالی برای مشکلات سنگین مالی شما وجود داره که ایشون نگران وضع مالیه؟ که اصلا اینا رو تو محاسبات خودش، اصلا خنده داره. یعنی بسیاری از قاد این ارقامی که ایشون نگرانش هست اصلا در حساب بانکی شما فرقی نمیکنه که 300 بود یا 400. دقیقاً. نه بیشتر میخواد که مثلا برای آینده معنی نداره عزیز. من مثلا مستقیما کار انجام بدم بازنشسته بشم. یعنی چی؟ حرفی که واقعا منطقی نیست. بس اون پرت و پرای عجیب و غریبه. اصلا چیزی به اسم بازنشستگی معنی نداره. بازنشستگی من چی؟ بازنشستگی ایشون اینه که من الان کاری که میکنم همراه با نگرانی است، میخوام یه جایی برسم که نگران نباشم، نه کار نکنم. بلکه انسان به هر حال مجبور کار بکنه، مثل که مغزی که همیشه داره کار میکنه. حالا یکی مغزش کار میکنه در یه مسیر مثبت، در مسیر سازنده، در یه آموختنی که کار میکنه در مسیر تخریب. فرقش چیه؟ این سیستم که نمیتونه کار نکنه عزیز. یعنی به همین جاست که من یعنی میخوام بگم همسر شما رو یه آدمی میتونه وارد یه بحث و گفتگوی دیگری بکنه که اون نگاه و جانبینش عوض شه، همونطور که در یه زمینه‌ای شده و این ناشی از هم وجود شماست، هم وجود بچه است، هم به هر حال یه کشور دیگه است، هم آدمای دیگه چشمشو باز کردی. برای اینکه شماهایی که تو ایران مثلا بزرگ شدید و اونجا درس خوندید، درگیر یه نظام رقابتی کنکور بودید. من خودم دقیقاً خبر پس که چی بود. اصلا شما به من بگید در خانه‌هایی که بچه کلاس 11 و 12 داشتن بحث اصلی و اساسی چه بود؟ کنکور. یعنی اصلا قید از اون موضوعی وجود نداشت. خب معلومه من آدمی که یه تمام زندگیشونه خیلی متفاوته با شما. بیاد تو امریکا که میبینید یه دهم اونم در بچه های کلاس 11 و 12 نیست، و اگرم میخوان برن این دانشگاه اون دانشگاه، به خاطر اون پسره یا دختره است یا به خاطر این دانشگاه است که اینو داره یا اونو داره یا هواش اینجوریه یا بازیش اونجوریه، تا اینکه اون نگرانی هست. حالا به هر حال به من بگید پرسش مشخصتون چی از من؟ اگر درباره بچه است، من فکر میکنم وقت زیادی ندارید اینکه صبر کنیم اوضاعمون خوب بشه و اینا، برای که فاصله بچه ها مسئله است. اگه میخواید بیارید، البته سن شما هم 38 یه ذره جای گفتگو داره، ولی این انتخاب هر دوی شماست عزیز. من یه سوال دیگه هم دارم در مورد دخترم که خب خیلی با یعنی خیلی رابطه خوب با پدرش داره، ولی الان مثلا یه مدتی که فقط دوست داره با باباش شب اصلا مهم اصلا بخوابه که مهم نیست. نه و بعد نصف شب مثلا پا میشه فقط بابا، یعنی اگه من برم اون مهم نیست، اون اصلا مهم عالی میخوابی. اون مهم نیست، اون اصلا مهم نه. خود چون من اون قضیه 4 تا 6 ساله خب آره اونو متوجه هستم بستر. نه اونو متوجه هستم، به همینجاست که شما با ذره ذره جاش رو بگیرید. اون جایی که بدن در ارتباط با بدنه نه، ولی در جای دیگه او اصلا پدرش رو به یه دلیلی در ذهن خودش بزرگ کرده، اصلا مهم نیست. فقط به خاطر اینکه مثلا فرض کنید جستش درشت داره، همین فکر کنه هرچی بزرگتره بهتره، استدلال بچه هست دیگه. نه خودتون برای اونو اذیت نکنی، به هر حال بذارید همسرتون درگیر بشه، دنیا رو حس و احساس کنی، کمی اینور اونور ببریدش، یکمی تو بارون وقتی که هوا خوبه بدون چتر با پای برهنه راه ببریدش، شاید درست بشه بفهم دنیا چه خبره. ولی خوشحال شدم در همین راستای خوبتر شدن. یعنی مدتی الان مثلا چند سالی مثلا باغچه خونمون رو خیلی میرسه دقیقاً. من حرفی ندارم، آخه ایشون داره باز داره کار میکنه. من آره خب دیگه ایشون تو از این کار وامی داریش میره و کار دیگه میکنه، میره یه جای چاله میکنه بعد چاله رو پر میکنه. بنابراین یه ذره بهشون بگید وقت تو به اوقات فراغت و بتالت و تنبلی و نمیدونم کاهلی و اینا بگذرون، نترس هیچ تو نمیشه. بذار حرفای منم بشنوم، من ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم. حتما خیلی ممنون آقای دکتر، لطف کردین، متشکرم، خدا